چگالی، یه تعریف آشنا. توی سال هفتم کتاب علوم با تعریف چگالی آشنا شدید. یادتون میاد؟ نسبت جرم به حجم. به نظرتون به چه دردی میخوره؟ به چه دردی میخوره که ما نسبت جرم به حجم اجسام داشته باشیم؟ خوب فکر کنید. به نظرتون چرا کشتی روی آب میتونه بیسته و روی آب حرکت کنه؟ به نظر شما اگه یه توپ پلاستیکی بادی بزرگ رو روی آب بندازیم، آیا توی آب فرو میره؟ حدستون چیه؟ آفرین، روی سطح آب میمونه. اما برعکس، اگه یه دونه گلوله فلزی خیلی کوچیکو توی آب بندازید چی میشه؟ به نظرتون میره پایین؟ باریکلا، درست حد زدید. درون آب فرو میره. همه این مباحث مربوط به مطلب بسیار مهمی در فیزیک به نام چگالی هستند که هم به طور مستقیم در امتحان نهایی و در سوالات امتحانات پایان ترم و در کنکور سراسری سوال داره و هم در مباحث دیگه ازش استفاده میکنیم. بریم با هم یه بار دیگه تعریف چگالی رو بخونیم، ببینیم چی میگه. چگالی، اگر ماده همگنی دارای جرم M و حجم V باشد، چگالی آن به صورت زیر تعریف میشود: رو مساوی M بر روی V. خب بچه ها، رو نماد چگالیه، یه حرف یونانیه، خیلی شبیه پی نوشته میشه، ولی دقت بکنید پی نیست. رو مساوی M بر روی V. بهتر از من میدونید که جرم رو با M نمایش میدیم و حجم رو با V بزرگ. به نظر شما واحد چگالی چه چیزی میتونه باشه؟ خوب فکر کنید. واحد جرم چیه؟ کیلوگرم در SI و واحد حجم در SI متر مکعبه. بنابراین بچه ها، واحد چگالی در SI کیلوگرم بر متر مکعب میشه. یکای چگالی در SI کیلوگرم بر متر مکعب است. خب بچه ها، یکای چگالی کیلوگرم بر متر مکعب. چرا؟ چون یکای جرم در SI کیلوگرم و یکای حجم در SI متر مکعبه. پس یکای چگالی کیلوگرم بر متر مکعب میشه. اما باید حواستون باشه توی مسائل چگالی مهمترین چیزی که باهاش روبرو هستیم تبدیل واحدها به یکدیگره. جرم، حجم و چگالی. باید خوب بلد باشید با واحدها اینو کار بکنید و اونا رو به همدیگه تبدیل بکنید با توجه به نیازها و خواسته های مسئله. مثلا بچه‌ها، یکی دیگه از یکاهای متداول چگالی گرم بر سانتی متر مکعبه. بچه‌ها خوب میدونید گرم یکی دیگه از یکاهای جرم، درست SI نیست، ولی ممکنه تو خیلی از مسائل ازش استفاده بکنیم. یا به عنوان مثال سانتی متر مکعب از یکاهای حجمه. ما باید بلد باشیم گرم بر سانتی متر مکعب رو تبدیل بکنیم به یکای SI چگالی. یعنی چی؟ کیلوگرم بر متر مکعب. یادتون باشه هر یک گرم بر سانتی متر مکعب معادل 1000 کیلوگرم بر متر مکعبه. کیلوگرم بر متر مکعب یکای SI چگالیه و هر یک گرم بر سانتی متر مکعب معادل 1000 کیلوگرم بر متر مکعبه. یه یادآوری بکنم، چجوری میتونیم این تبدیل واحد انجام بدیم؟ اگر یادتون باشه تو فیلم تبدیل یکاها این تبدیل واحد با هم دیگه انجام دادیم. قاعده زنجیریشو نگاه بکنید، 1000 کیلوگرم بر متر مکعب رو میخوام معادل سازی بکنم ببینم چند گرم بر سانتی متر مکعبه. کسر اول چی حدس میزنید؟ ضریب تبدیل اول رو چی حدس میزنید؟ 1000 گرم به روی 1 کیلوگرم. کیلوگرم رو پایین نوشتم که با این کیلوگرم خط بخوره و گرم رو بالا نوشتم. هر 1 کیلوگرم هم خوب میدونید که 1000 گرمه. کسر دوم چی میتونه باشه؟ باید سانتی متر مکعب و متر مکعب رو توش ببینم. متر مکعب رو کجا بنویسم؟ بالا مینویسم و سانتی متر مکعب رو پایین مینویسم. از فصل تبدیل یکاها خوب میدونید که هر 1 متر مکعب معادل 10^6 یا 1,000,000 سانتی متر مکعبه. حالا کیلوگرم با کیلوگرم رو خط میزنم، متر مکعب با متر مکعب رو خط میزنم و اگر این دوتا عدد 1000 یعنی 10^3 و 1000 دوباره 10^3 رو تو هم ضرب بکنم میشه 10^6. با 10^6 پایین ساده بکنم، جواب 1 گرم بر سانتی متر مکعب به دست میاد. بچه ها خوب یادتون باشه 1 گرم بر سانتی متر مکعب یا 1000 کیلوگرم بر متر مکعب چگالی آبه. اگر این عدد که چگالی آب باشه و خیلی هم تو سوالها استفاده میشه تو ذهنتون باشه، بسیار راحت میتونید تبدیل یکای چگالی رو انجام بدید. عدد خیلی سختی هم نیستش. 1 گرم بر سانتی متر مکعب معادل یا مساوی 1000 کیلوگرم بر متر مکعبه. پس خوب یادتون باشه توی مثالها بسیار زیاد از این استفاده میکنید. بریم یه مثال با هم ببینیم.
فلز اسمیوم رو مساوی 22.5 در 10 به توان 3 کیلوگرم بر متر مکعب یکی از چگالترین مواد یافت شده روی زمین است. جرم قطعه ای از این ماده به حجم 23 سانتی متر مکعب چند کیلوگرم است. خب بچه ها، با اولین مثال چگالی روبرو شدیم. یه فلزی به همون معرفی کرده که به گفته سوال یکی از چگالترین مواد یافت شده روی زمینه. چگالترین یعنی چی؟ یعنی یک مادهی که چگالیش بسیار زیاده. میخواید اینو بررسی کنیم؟ عدد چگالی این فلز رو نگاه کنید، 22.5 در 10 به توان 3. توی اسلاید قبلی بهتون گفتم که چگالی آب 1000 کیلوگرم بر متر مکعبه. این عدد رو نگاه کنید، 22.5 در 10 به توان 3 چگالی آب چند بود؟ 1 در 10 به توان 3 یا همون 1000. یعنی چگالی این فلز 22.5 برابر چگالی آبه، پس چگالی بسیار زیادیه. و میگه که جرم قطعه ای از این ماده به حجم 23 سانتی متر مکعب. حجم قطعه رو داده 23 سانتی متر مکعب و جرمش رو میخواد چند کیلوگرم است. بچه ها یه مشکلی اینجا وجود داره. سانتی متر مکعب، واحد حجم رو به من سانتی متر مکعب داده، اما واحد چگالی رو نگاه کنید، 22.5 10 به توان 3 کیلوگرم بر متر مکعب. یعنی این حجمی که اینجا به من داده یکاش با یکایی که توی چگالی میبینم یکی نیستش. باید یکی از اینا رو تبدیل واحد کنم. از کجا بفهمم که اینو تبدیل واحدش کنم؟ یعنی عددی رو اینجا استفاده بکنم که توش سانتی متر مکعب رو ببینم، یا برعکس بیام این سانتی متر مکعب رو تبدیل به متر مکعب بکنم. حدستون چیه؟ آفرین، به مجهول سوال خوب دقت کنید. گفته جرم قطعه چند کیلوگرم است. کیلوگرم یکای اسای جرم. توی یکای چگالی من دارم کیلوگرم رو میبینم، پس بهتره که یکای چگالی رو دست نزنم، بذارم همین بمونه، بیام به جاش حجم رو تبدیل واحد کنم به چی؟ به متر مکعب، که جواب نهایی رو بتونم مستقیما به کیلوگرم به دست بیارم. خب یادتون میاد چه جوری میتونستیم سانتی متر مکعب رو به متر مکعب تبدیل کنیم؟ خوب نگاه کنید، یک سانتی متر مکعب یادتون باشه تو تبدیل واحد اینو بررسی کردیم معادل 10 به توان منهای 6 متر مکعبه، یا برعکسش هم شاید حفظ باشید که هر یک متر مکعب 10 به توان 6 سانتی متر مکعبه. این هم باید یاد بگیرید، یک سانتی متر مکعب معادل 10 به توان منهای 6 متر مکعبه. حالا این 23 سانتی متر مکعب رو تبدیلش میکنم به متر مکعب، ضرب در 10 به توان منهای 6 میکنم که تبدیل میشه به چی؟ متر مکعب. راستی این عدد از کجا اومده؟ سانتی رو یادتون میاد توی جدول پیشوندهای SI 10 به توان چند بود؟ آفرین، 10 به توان منهای 2 بود، به توان 3 رسیده شده 10 به توان منهای 6. بریم ادامه سوال. فرمول چگالی رو می نویسم، رو مساوی ام وی اوم. چی کارش می کنم؟ اینو طرف این وسطه می کنم، ام مساوی رو در وی، رو در وی، ام هم در یک، پس ام مساوی رو وی. بچه ها این فرمول جدیدی نیست، ولی یادتون باشه خیلی تو مسائل استفاده میشه. ام مساوی رو وی. حالا رو عدد میذارم 22.5 10 به توان 3، یکاش هم که میدونم کیلوگرم بر متر مکعبه. به جای وی هم عددشو میذارم 23 10 به توان منهای 6. اگر این ضرب انجام بدید جواب 518 هزارم کیلوگرم میشه. حواستون باشه مسائل چگالی از نظر فرمول فیزیکی مسائل بسیار ساده ای هستن. بچه ها ببینید، توی این مسئله ما فقط و فقط یک فرمول استفاده کردیم. در بیشتر مسائل چگالی هم همینطوره، فقط و فقط یک فرمول چگالی رو ما توی مسئله میبینیم. اما مشکل اصلی کجاست؟ مشکل اصلی اینجاست که سوال بسیار زیاد میتونه با واحدها بازی کنه. مثلا واحد رو کیلوگرم بر متر مکعب بده، واحد حجم رو سانتی متر مکعب بده، که شما بتونید این تبدیل واحد رو انجام بدید. نگاه بکنید، میگم کیلوگرم بر متر مکعب، نکته ای که توی تبدیل یکا با هم بررسیش کردیم، معادل گرم بر لیتره. یعنی من باید بتونم اینها رو مساوی بگیرم، باید بدونم که کیلوگرم بر متر مکعب معادل گرم بر لیتره. مثلا 1000 کیلوگرم بر متر مکعب مساوی یا معادل 1000 گرم بر لیتره. و یکای دیگه ای که واسه چگالی استفاده میشه گرم بر سانتی متر مکعب و کیلوگرم بر لیتره. این دوتا هم مساوی هم دیگه. مثلا اگر چگالی آب 1 گرم بر سانتی متر مکعب باشه،
همون عدد یعنی 1 کیلوگرم بر لیتر میشه. حالا سوال اینجاست که ما اگه بخوایم از این طبقه بالا تبدیل واحد بکنیم به طبقه پایین، باید از چه روشی استفاده کنیم؟ شما وقتی میخواید از بالا بیاید پایین، عددتون رو تقسیم بر 1000 بکنید. و اگر برعکس میخواید از یکه‌های پایین برید بالا، عددتون رو ضرب در 1000 بکنید. به عنوان مثال شما وقتی میگید 1 گرم بر سانتی متر مکعب، میخواید تبدیلش بکنید به کیلوگرم بر متر مکعب یا گرم بر لیتر، عددتون رو ضرب در 1000 بکنید. یعنی 1 ضرب در 1000 میشه 1000 کیلوگرم بر متر مکعب. یکایی که باش آشنا هستید، یکا چگالی آبه.